بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث در جلسات گذشته به این شکل بیان شد بررسی محتوای کتب آسمانی ابراهیمی اعتبار کتب ادیان ابراهیمی با تکیه بر محتوای این کتابها که نتیجه خواهیم گرفت و نتیجه می‌گیریم محتوای تورات و انجیل و حدود هشتاد کتاب ملحق به اینها که موصوما به عهد قدیم و عهد جدید تحریف شده هستند و محتوای اینها تکذیب می‌کنند صدق این کتاب‌ها رو و ما محتوای این کتاب ها را بررسی می کنیم و ارز می کنیم اتفاقا این کتاب ها در یک چیز خیلی صادقن این کتاب ها در یک چیز حجتند تورات هم حجته زبور هم حجته انجیل هم حجته در یک چیز و اون اینکه اینها حجت نیستند محتوای این کتاب ها در یک چیز حق میگن میگن ما حجت نیستیم این محور کلام ما بود الان میرسیم به این نقطه با بررسی بخشی از تورات اثبات میکنیم از نظر تورات فعلی و کتاب های فعلی بخش زیادی از انبیا نه تنها اهل زناب و فحشا بودن الیاز بالله ولد از زنا بودن. اون هم نه ولد از زنا زنی با مرد بیگانه ای زنا کرده باشد ده ها پیغمبر بنی اسرائیلی طبق دلالت تورات و انجیل و بقیه از زنایی به وجود آمده اند که پدر با دختر داشته است حضرت لوط طبق مدارکی که خواهیم خوند طبق نص تورات تحریف شده فعلی با دخترانش زنا کرده و از اون زنا فرزندان بوجود آمده حضرت رهبه پسر سلیمان حضرت زکریا حضرت یحیا حضرت ایسا و بقیه بعد از حضرت نوح همه زاده این زنا هستند این محتوای تورات از اقلای عالم بپرسید آیا کتاب آسمانی میاد پیروان خودش را دعوت میکنه برای ایمان به کسی که ولد از اینا یا برای تبعیت از پیغمبرانی که زاهدن صادقن دلسوزن اهل بخششن اکنون من به بخشی از این محتوای تورات اشاره می کنم قبلا نرس کردیم طبق بررسی بعضی از بزرگان غرب آلمان مغرب زمین اروپا و امریکا نه ایران نه عراق یکی سی هزار اشکال گرفته از تورات انجیل و هشتاد کتاب دیگر یکی یکصد پنجاه اشکال حالا کاربون نداریم صفر تکوین همون سفر پیدایش اولین صفر تورات باب 19 از آیه 31 تا 38 که عبارت را می خانم. حاصل این است که حضرت لوط با دو دخترش زنا کرده و از زنا انبیاء بعدی به وجود آمدند این را اضافه کنم دشمنان مسیحیت دشمنان یهودیت دشمنان اسلام در حقیقت چون اونها هم اسلام بودن آمدن از این زنای پدر با دختر قالیهای بزرگ سفارشی در دنیای اسلام گفتن ببافید بدون اینکه بافندگان بدانن پیامش چیست یک پدر دو دختر دو کوزه شکسته می بافن از کشورهای اسلامی می به مغرب زمین شما تشریف ببرید به سن پترزبورگ روسیه برید به موزه اونجا آرمیتاش یه تابلو و عظیمی است به محض ورود یک خانمی به شما میگه آقا توجه بفرمایید توضیح میده اون پدر با این دختر از این کوزه ها که دارای شراب بود خورده و با دخترانش زنا کرده سوار هواپیما بشوید بروید پاریس فرانسه موز موزه مشهور لور فرانسه میبینید باز یه خانمی اونجا استاده میگه آقا نگاه کن این قالی این نقاشی یه پیرمرد است دقت کن همه دیدن اینو ولی نخواندن چیه هر جا دیدید چه در قالی چه در تابلو چه در کلیسا هر جا اگر یک پیرمردی است دو تا دختری است در کنارش کوزه اون لوط علیه السلام اون دختران لوته در کنار از شهر خرابه نشان میده میخواد بگه زلزله شد در بحر المیت امروز اردن مردم از بین رفتن و دو دختر ماند و پدر دختران دیدن کسی نیست با اونها ازدواج کنن دو تا دختر تبانی کردند به پدرشون شراب دادن شر... پدرشون مس شد با این دختران هم بستر شد و از اونها انبیای بعدی وجود آمدن این پیام این تابلو هاست این بزرگترین فاجعه نیست که پایگاهش توراته بزرگترین نشر کننده مشروعیت زنا در دنیا این درسته یک مؤمن واقعی یک یهودی واقعی در دین موسی میپذیره سفر تکوین همون سفر پیدایش باب 19 از آیه 31 تا 38 دختر بزرگ به کوچک گفت پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به ما درآت یعنی با ما ازدواج کند بیا تا پدر را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم تا نسلی از پدر نگاه داریم پس در همان شب پدر دختر ش... پدر خود را شراب نوشانیدن و دختر بزرگ آمده با پدر خیش هم خواب شد و, از... و او از خوابیدن و برخواستن وی آگاه نشد یعنی پدر و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت خواهر بزرگ به خواهر کوچک اینک دوش با پدرم هم خواب شدم امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا با وی هم, هم خواب شو تا نسلی از او از پدر نگاه داریم آن شب نیز پدر خود را شراب پدر خود را شناب شراب نوشاندن و دختر کوچک هم هم خواب وی شد یه بقیه خوندنی نیست بالاخره از اینها دو تا پسر به وجود آمد بعد یکی معاب یکی بنی امون خب اینها چه شدن طبق این هش آیه تمام اولاد امونی و معابی ولد زنا از این زنا هستند حالا این آقایان کیا هستند اساسا در انجیل متا باب اول آیه پنج اینچونی نامده بعض اوبد را از راوت آورد و عبید یسا را آورد و عبید جد حضرت داود است و اسم مادر عبید راوت می باشد و این راوت از نوادگان همون معیب ولد از است این حاصل این کتاب آسمانی است علیه بالله که طبق دلالت تورات تحریف شده ولد از زنا بوده است بنابراین راوت از جدات حضرت سلیمان و حضرت عیسی علیه السلام می باشد پس یکی از جده های این دو پیغمبر زاده معابی و بنی است که از زنای لوط علیه السلام علیه بالله با دخترانش وجود آمده و اینک راوت از معابیه بوده از باب اول آیه چهار کتاب روت استفاده می شود روت هم راوت روت هم می نویسن توجه کنید و ایشان یعنی محلون و کلیون از زنان معاب برای خود زنگ گرفت که یکی نام عرفه و نام دیگر روت یا راوت بود حضرت عیسی بنابر دلالت آیه هفت از باب اول انجیل متا از اولاد رهبام پسر حضرت سلیمانه سلیمان هم رهبام را آورد و مادر رهبان آم هم امانیه بنی امون از ولد زناهایی است که قبلا گفته شد علی عزب الله چون در سفر ملوک،, ملوک اول باب 14 آیه 21 آمده رهب عام ابن سلیمان در یهودا سلطنت میکرد و رهب عام چون پادشاه شد 41 ساله بود و اسم مادرش نعمه امونیه بود امونیه همون فرزند یکی از دختران حضرت لوت طبق مبنا که از زنای لوت با دخترش بوجود آمده خب سوال یک مؤمن یهودی یک مؤمن مسیحی میپذیرد انبیای بنی اسرائیل پس از حضرت لوط همه از زنا وجود آمده باشند این کتاب کتاب آسمانیه کتاب آسمانی اینه قرآن چی میفرماید و تقلب که فساجدین خدا تو را زیر نظر داشت ای پیغمبر اسلام اون وقتی که در صلب انسانهای اهل سجده بودی این میگن کتاب آسمانی کتاب آسمانی باید از صحت ازدواج انبیا دفاع کنه شیعه ها چی میخوانن خطاب به امام حسین و اشهد و شهادت میدم به تو اول بارت این ظاهرن کنتم فی الاسلاب شامخه شما در صلب پاک بزرگان بودید و الاسلاب المطهره سلبه های پاک لم تو نجس که جاهلیت و به انجاس ها و لم تلبس که من مدلمات ها سیاهی جهل جهالت جاهلیت صلب شما را نجس نکرد یعنی خراب نکرد یعنی شما تا حضرت آدم هیچ کدام آبا و اجداد شما از زنا به وجود نیامدن اینو میگن دین تورات تورات واقعی از کرامت انبیا دفاع کرده از پاکی صلب انبیا دفاع کرده از اولاد انبیا دفاع کرده این تورات که انبیا را متهم کرده به این مسائلی مثل زنا و نظائر اینها تورات واقعی نیست قبول تورات در حدی درست است که در قرآن آمده است ولا حول ولا قوت الا بالله